استانداری کربلای معلا روز شنبه 12 شهریور از تفاهم دو جانبه با وزارت برق عراق مبنی بر خروج از قطع برق برنامه ریزی شده در ایام اربعین خبر داد. این مصوبه از روز ششم ماه صفر و لحظان آغاز شده و تا پایان مراسم اربعین حسینی و خروج زائران از شهر مقدس کربلا ادامه دارد و بر اساس آن قرار است برق شهر مقدس کربلا به صورت 24 ساعته بوده و قطع نگردد. گزارش نهایی کمیسر حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت مسلمانان چین باعث ناراحتی و ناامیدی اویغورهای تبعیدی در ترکیه شده است. اویغورها معتقدند گزارش سازمان ملل که روز چهارشنبه گذشته منتشر شد در به چالش کشیدن چین در مورد رفتار این کشور با جامعه مسلمان خود در سینکیانگ باید فراتر می رفت. حدود 50,000 اویغور در ترکیه زندگی می کنند. دبیر کل سازمان ملل متحد روز رئیس جمهور پیشین قرقیزستان را به عنوان نماینده این نهاد جهانی در امور افغانستان معرفی کرد. سازمان ملل در بیانیه اعلام کرد روزا اوتونبایوا که وزیر امور خارجه قرقیزستان نیز بود جایگزین دبرالیون شد که در اواسط ژوئن از سمت خود کنارگیری کرد. منابع محلی در ولایت تخار تاکید کردند که ظهر روز جمعه 11 شهریور هواپیماهای بدون سرنشین در نزدیکی مرز تاجیکستان دو روستا را بمباران کردند. روزنامه اطلاعات روز افغانستان با انتشار این خبر نوشته است که طالبان در مورد این حملات اظهار نظر نکردند و هنوز در مورد هویت این هواپیماها نیز اطلاعاتی در دست نیست. رسانه‌های محلی در شمال فرانسه روز شنبه از آتش سوزی مسجدی در منطقه ایل دو فرانس خبر دادند که بخش‌های عمده‌ای از مسجد در این حادثه از بین رفت. روزنامه لاپاریسان در گزارش آتش سوزی مسجد شهر لامبوش را یک حادثه قلمداد کرد که تقریباً تمام بخش‌های آن دچار حریق شد. در پی وقوع یک انفجار در شهرستان ناد علی ولایت هلمند در جنوب افغانستان 4 شاگرد یک مدرسه دینی کشته و 2 کودک دیگر زخمی شدند. رئیس اطلاعات و فرهنگ هلمند ضمن تایید خبر وقوع این انفجار که صبح روز شنبه رخ داد گفته که در این انفجار 2 شاگرد پسر و 2 دختر کشته و 2 کودک دیگر زخمی شدند. وزارت کشاورزی و تعاون کشور تایلند گفته است که قصد دارد استانهای مرزی جنوبی تایلند را به آشپزخانه حلال جهانی با ترویج تولید مواد غذایی مطابق با سنت‌های اسلامی تبدیل کند. چالرم چای سیروان وزیر کشاورزی تایلند اخیراً گفته که این طرح بخشی از سیاست اقتصادی دولت تایلند برای کریدور اقتصادی جنوبی است که استانهای ناریتوات، پاتانی، یالا، سانخلا و ساتون را پوشش می‌دهد. هزار پرواز از ایران به فرودگاه نجف اشرف و بغداد برنامه ریزی شده است. رئیس سازمان هواپیمای ایران با بیان اینکه تاکنون 10,000 بلیط اربعین به فروش رفته گفت که ظرفیت لازم برای جابجایی میانگین 100,000 مسافر در بازه زمانی 15 روزه تا پایان شهریور در نظر گرفته شده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد با اعلام اینکه دختران در افغانستان همچنان از رفتن به کلاس درس محروم می شوند هشدار داد که این نقض غیر قابل توجیهی در زمینه حقوق برابر انسانی است. آقای گوترش روز شنبه 12 شهریور در توییتی در این زمینه ادامه داد که منع ورود دختران به مدارس در افغانستان به کل کشور آسیب می رسانند. سفارت کشور عراق در انگلستان از موافقت با اعطای ویزا به زائران حسینی
برای تشرف به زیارت اربعین امام حسین علیه السلام خبر داد. سفارت عراق طی اطلاعیه‌ای کوتاه در سایت خود اعلام نمود، سفارت جمهوری عراق در انگلستان به زائران حسینی برای زیارت اربعین 1401 روادید ورود به عراق اعطا می‌کند. بر اساس این اطلاعیه، دارندگان پاسپورت انگلستان و ساکنان این کشور می‌توانند به کشور عراق وارد شوند.